به شما مطمئن عزیز باز هم بخیر باشه امیدوار هستم که از بخش همروز چیزی را آموخته باشین و سپاسمند هستم از همکار خیلی خوبم بانو نظیمه و در این بخش از برنامه که بخش صحت و سلامت هست خوشبختانه که دکتر صاحب شیرزاد با ما در برنامه حضور پیدا کردن که همه شما با چهره و صدا و سیمایش آشنا هستین و آشنایی دارین که ما قبل از همه حضورشان را به برنامه خوش آمد میگم دکتر صاحب سلام صبح شما بخیر خیلی خوش آمدین به برنامه بسم الله الرحمن الرحیم اجی دکتر محمد شیرزاد از ولایت پروان هستم متخصص دو امراض در همه دنیا تشکر می کنم از برنامه که امروز ما رو دعوت کردید که بتونیم برای بیننده ها در سراسر دنیا صحبت های داشته باشیم سلامت باشین تشکر دکتر سر موضوعی که انتخاب کردیم در رابطه به لکه های سفید و یا هم میرگی هست و می که در ابتدا قبل از که بریم به طرف مصاحبه اصلی می که از شما بپرسم در مورد فرمتون که فارمتان در کدام ولایت هست در مورد گجدمایتان کمی صحبت داشته باشین ما هزار گشتم در فارم ما داریم از بلد. سال ۱۳۵۱ تقریبا ۵۰ و چند سال پیش اولین فارم در دنیا من داشتم و حالا زیاد شده شاید از ۲۳ فارم هم زیادتر است و چون که من از گلگوندی پروان بیننده ها شاید آمده باشند، دیده باشند از اینکه ما بلد. یک تپ هر داریم در ولایت پروان و اونجا هر سنگی را که بلند می کردیم دو تا سه تا گشت ما را در سال پینجا من می گرفتم می آوردم چاری کار بچه های مکتب می و خود ما متعلم مکتب بودم در لیسه نومان پروان تا اینکه مثلا یک کمه که سن سال ما بالا رفت من تونستم که از کشف کنم که از گشدم چی میتونیم استفاده کنیم باز طور ساختیم که از نیش نوش می سازیم یعنی از گشدم از زهرش تمام آنتیبیوتیک های دنیا ساخته میشه جنتومایسین استرپتومایسین کانامایسین تتراسیکلین امپسلین امکسوسلین بله دکتر سیب چند نوه گجدم وجود داره؟ چند نوه گجدم در فارم شما هست و به کدام امراض مفید است و استفاده میشه گشتم خود در تمام دنیا 2700 نمونه هست بله 2700 و در فارم شما؟ من تو در فارم ما سه نمونه بیشتر نیست سه نمونه سه نمونه است یکی زرد است یکی پشت زرد دارند که پایشان زرد است یکی سیاه سیاه هست. که اون قیمت هم هست بله. اون سیاه قیمت دارند. و ما از زهر گشتم تداوی های های سفید انجام میدیم پیس که خیلی مفید است برای پوست و با دیگر حدویات بله. با هم یک جا بله. میشن بله. که ما میتونیم سیونو هزار مریض من دارم مه. از چلی یک کشور تمام آمارشان ثبت شده هست شماره تلفون هایشان هست اگر بیننده ها یک روز انتقاد کردن که بله. زبانی هست نیست زبانی در دفتر ثبت هستند دکتر سی افراد اشخاصی که خارج از کشور هستند و تقاضا دارن تا شما تداوی بکنین چگونه تداوی میکنین دکتر سی کسانی که من در 36 بخش سایت های جهانی هستم بله از شویتت پرس شبکه بی بی سی شبکه الجزیره شبکه الهوره شبکه المدینه دچوالی آلمان ویت لیگو هندیان در اندوستان گلو باکس تیوی در دوبای در همه شبکه ها را دارم از طریق شبکه ها مرا پیدا میکنن با تلفن ما در سایت ها هست تماس میگرن وقت میگیرن عکس رای میکنن عکسهایی که از هر جایشان هست عکس ها رو میبینیم از زبانشان عکس میگرن از چشمشان از گوششان از صورتشان ما از زبان تشخیص میدیم به همون کشور بهشان میگیم که این وقت پیشی درد تو گرفتی و از چی گرفتی هم. از چهار چیزی درد میگرن یک ماهی فرسوده دو تخم مرغ گندیده سه آب حوز فرسوده آب راکت دیگه کرم دل این از این چهارتا ویتلیگو به بار می آید. دیگه تجربه بسیار چیز خوبی است مثلا از بسیاری استادا کرده تجربه باید بیشتر و درد همه می خورند تخصص مطرح نیست پروفسوری مطرح نیست فقط تجربه مطرح است دیگه از تجربیات خودم در طول پنجاه و چند سال معمی چیز پیدا کردم که امروز در همه دنیا فقط در ولایت پروان برای تداوی می این یک ای افتخار کلان به همه افغانه ها هست شک. افتخار می کنم که من در به خودم می بالم که من می تونم پرچم صحت در همه دنیا به نام افغانستان ثبت کنم بله سلامت باشین خداوند شما را عمر طولانی نصیب بکنه هم. خب دکتر صاحب در مورد لکه های سفید معلومات بتین که لکه سفید چه هست؟ لکه های سفید که به همو زبان انگلیسی ویتلیگو هست هر کسی که به این مبتلا میشه یک مقدار در سه کشور یک نام بدی دارد که مثلا افغانستان، تاجکستان، ایران بد میبرند میگن با این نان نخورین که بده با این یک جا نشین در حله و دست دست نزنید در صورتی که واگیر نداره کسی کار ندارد از کسی به کس دیگه منتقل نمی شود یک مریضی بسیار معمولی است مگر برای ما شما بسیار خطرناک نه خطرناک نیست چی پوست سفید باشد چی سیاه باشد چی رنگی باشد بنی آدم اعضای یک دیگر است از بیننده ها در سراسر دنیا تقاضا می کنم که ما را می بینن صدای ما را می که از این مرز کسی نباید بترسه چیزی خطرناک نیست خطرناک جزام است خطرناک قارچایی هست که در پوست جا میگیره مثل پوست درخت میماند و اگر میخواین که من یکی از این قارچا رو به نشان بدم در موبایل به تصویر میشه بکشید فعلا نه خیر به خاطر برنامه ما دکتر شب خیر باشه ان شاء الله برنامه‌های بعدی حتما خواهش میکنم دیگه چیزی خطرناک نیست خب فقط پرهیز دارد گرچه که امروز طب جدید و طب قدیم طب جدید میگه میگه که پریز نکنید چرا پریز نکنیم؟ اگر یک موتر هر چیزیش در وقتش بهش نریزم حرکت نمی کند دقیقا. مثلا تیل میخورد مبلین میخورد اون فرمانه که رقیق میسازد بسیار چی میگن بله، ضرورت روان میسازه بله. می هر کدام به جای خودش انسان هم همیتور وقتی که پرهزه ها رو نگرن بله. پرهیز نکنن اگر ما به یک ویتلیگو یا لکای سفید میگوییم که شما آب و آفتاب دشمنتان است دلیل دارد بله. آفتاب پوست به سرطان مبتلا میکند و آب پوست... نرم میسازد و این مرض حرکت می کند هرچی دو مرض خشک باشد زودتر خوب میشه یکی سالدانه که سالک می گویند بهش یکی هم می بیت که لکای سفید یا پیس است اینا هزی دوتا که خودداری بکنن دور باشن زودتر نتیجه می گیرن بله. چرا که بله. اگر یک کسی به لکای سفید مبتلا هست بله. چار مشکل دارد یک قبضیت روده سیخ زدن گاهی وقت رو، گرده هایشان موی رفتن یا سفید شدن مویشان و عصبانیتشان اینی چارتا که ازشان برطرف شود پوست خودشه جمع میکنه من یک دو کتاب من بابت پوست نوشتیم که یکی راهنمای تداوی پوست انسان است یکی آن پوست من همیشه زیبا باشد و این کتاب های ما را میتونند که در تمام دانشگاه سراسر سر کشور پیدا کنند و در کتاب فروشی های دی افغانان بله دکتر صاحب در نخواست می میخوایم از شما بدانم که چرا این یقیدی غلط به وجود آمده که مثلا افراد اشخاصی که پستشان لکه داشته باشه میگن که امراض اینو نان نمیخورین طبق حرفایی که خودتون بیان کردین میگن امراض اینو نان نمیخوریم یا امراض یتا هم صحبت نمیشیم نمیشینیم یک جای چرا این یقیده به وجود آمده در مورد از این صحبت بکنیم و همچنان که چی به وجود می این لکه های سفید آیا ژنتیکی هست یا هم خیر ببینید کشور ما شما چون که از نظر علم ما او قدر توانایی در قدیم نداشتیم تا زمان کامپیوتر در افغانستان نیومد ما از علم خبری نبود اگر در مکتب این من خودم مکتب خواندم قدیم و من میگفت که آواز بخوان وقت شاگرداره بگیر که تو آوازخان هستی یا همینطور همسال ما به می آوازخانی عادت کرده بودیم از تاریخ و جغرافیا و هندسی و اینا خبری نبود ما سنف دوازده رو می گرفتیم اگر می گفتی اگ روقع روقع یک نوشته نوشتکو روقه رو نوشته کردن میتونستیم به خاطری که دیکته نداشتیم یک ساعت برنامه ما نوشته نبود که نوشته کنیم بابا نان داد بیا سر تخت کو اگر اینطور میکردن معلم های قدیم ما، امروز ما پروفیسور بودیم. ما را سرگرم ساختند که ما در صنف سرگرم باشیم از درس و مشق خبری نبود. حالا که امروز خدا را شکر کامپیوتر آمده بود، علم بالا رفته و همه بچه های جدید، بچه های جد، نسل امروز ما همه تلاش میکنن که حالا شما حساب کنیم من خودم یک دختره که دارم در دوروبر نو ما داره تو باور به خدا که تلفن دستش میدم که تنگشتایش اینطوری میکنند تو بیبی بی که نه ماه ما اینقدر قدر عقل بالا داره خب دیگه عقل سلیم در بدن سالم است وقتی بارد. که قدیم میگفتن که کل پاچه را پختین میشه نخورید که جن میگردتون خاطر چی؟ که بی, بی ما دوست داشت که چشم را بخوره ما را میترساند <applause> و همینطور لکای سفید مرا که نخوریم خودش بخوره هم لکای سفید همینطور بچه مشکونی نزدیک نشی که دستش بیس هست میگردد تمام بدن تا مردم دیگه با تو گب نمیزنه این تو یک رشته سلسله از از اون قدیم تا همی مانده در صورت که علم امروز قبول نمی کند که تو با لکهای های سفید نان نخور بله. تو با لکای سیاه بله. نان نخور بله. این لک سیاه در دست خود بله. ما این از چی پیدا میشه؟ از سن سال پیدا میشه این ژنتیکی خون از پدر ما هم همیتور بوده مام هم هستم در صورتی که من بابت همین لک دست خود مام در کتابم یازده صفحه نوشتم که نترسید دیگه همینطور لک های هم که مردم ازش وحشت دارن قابل وحشت این بله، نیست بله ساری نیست بله. ساری اصلا بله. نیست بله سلامت باشین خواست. جناب وسط میخوایم از شما بدانم که حالا که هوا گرم هست و در مناطقی که مرتفع است یک ذره گشدم زیاد می باشد افراد اشخاصی را که گشدم می آن واحد باید چی کار را انجام بده من همین شب که بین پیش شما آمدیم که گذشت همین شب 17 نفر را تداوی کردیم ماشاءالله حتی ما از شفاخانه میگن که بریم پیش دکتر شیزاد بریم. طرز تدایی ما چی است وقتی که مریض میاد مثلا اگر اینجایش خورده اگر در خانه بسته کرده باشه اینجا را با یک کش پول من میگم که بیننده ها ببینن اگر کسی را گرجم سر انگشتش میزنه فقط اینجا را با یک لاشته که پول بسته کنند وقتی که یک کمک پوندید باد کرد یک سوزن بسیار پاک یک سرسرنگ خوب بحاله. باشد نو باز کنید که قدیمی نباشه که دیگه مرض امراض نگیرید فقط یک سوزن بزنید که به استخوان نرسد با استخوان نرسه فقط پست را پوست سراخ فقط فشار بدین یک قطره خون میاد بیرون 50 درصد از زهر زدگی گجدم بیرون میاد 50 درصد دیگه از این برای بدن ما شما استفاده خوبی دارد هر قطره زهر گجدم در بدن انسان پاد زهر تولید میکنه که تا 15 سال از سکته های قلبی مغزی انسان معاف میکنه با این هم که میگم بیننده ها فکر نکنن که هر ساعت با گجد ما سر کار داشته <applause> ما چهار گروپ خون داریم او ای بی ای بی به یک گروپ و دو گروپ فایده داره و دو گروپ دیگه ضرر داره تا امکان کشتن هم هست چرا؟ یک کسی مثلا زنبور میگزه یک خارشت معمولی میکنه و تمامش یک کس را میگزه تمام بدنش پت میکشه بله. باد میکنه صورتش چشماش نمیبینه دستاش به یا یا چرا که اساسیت جگری داره که بعد قبول نمیکنه میزنه در پوست ازش و اساسیت نشون بله شاید پر این پرسش در ذهن بیننده ها همچنان خلق شده باشه که اگر قسمت های دیگه بدن را گجدم میگه باید چی کار بکنن باختره که کل خوب درست است مشکلی نیست که شما گفتین خیلی مفید بود وقتی که الان اینجای مرا میزنم ما باید بله. فشار بدم اینا فشار بدم هرچی که فشار بدم این نزدیک شده میره فقط اینطور که یک فشار عصبی داد یک سوزن همینجا بزنه از همون جامعه قطر دو قطر خون میاد مگم یک نفر زورش نمیرسه باید دو نفر این کار انجام بده اما دو قطر بکشه اول این کاری که میکنه یا گجدم زدگی یا مر زدگی یا غندل خوردگی این که یک گلاس شیر باید بخورن به خاطری که میده را پاک میکند وقتی که تمامی زهریات وارد میده میشه میده این شیر زهر خونسا می کند می که زنده بماند بله. از این چهار گروه خون. بله سلامت دیگه بشت. در این بابت ورزش بهترین درمان است بله. وقتی که اگر من اینجا می خوره دست من دستای من دستایم اینطوری میموند. این اگر همینطور طور بماند تا 24 ساعت میماند نه وقتی که گرفت فقط تشار بدی بکشید بالا که این کرویات خون انسان میلیون ها سرباز دارد بله. سربازهایی دارن که از خودشان دفاع میکنن چطوری اگه یک وقتی دستمان شما زخم میشود همین سربازهایی که داخل خون ما شما هست اینا همه به دستور رئیسشان جمع میشون اینجا خاک مندازند. یک چیزی میکنن که این خون بسته شود اگر این خون روان باشه خود اونا میمیرن پس تلاش میکنن که خونه ببندن باره. و همینطور وقتی که زهر گجدم یا مار یا هر زهری که دست انسان میزنه اما سربازای نجازه نمیدن که وارد خون شود عجب سیستمه عجب میگه سیستمه. همونجا باید باشه وقتی که اینجا باشه یا آقا درد کشیده میره مم. خوب خب بیننده ها واسطان جمع باشه که میلیون ها کرویات زنده ما در خون مثل سربازا داریم که سربازا بسیار به نفع خونه هست. اینا در گردش هستند میکروبی که ما مثلا شما آقای سالم هست اینجا کنار من میشینی من دهن خود با دسمال نمیبندم یک عدسه میزنم کمی <تصفح> زدم ای تمام میکروب ها از رای دماغ و دهن شما وارد میده شما می شود از میده اینا خود تقسیم میکنند کنند چهار میکروب به دست راست چهار مکروب به دست چپ چهار تا به پای راست چهار تا به پای چپ انسان اگر اینطور نشسته است این نشست آیسا آیسا آهست آهست چپش می کند این میکروب اینقدر خطرناک است وقتی که پیش داکتر میری به تو آنتیبیتیک می نویسد جنتومایسین یا کانامایسین این وقتی که میگه بخور باید بخوری اگر میگه روز چار دانه سه تا اگر شد مکروب ها زورش قوی میشه اگر چهار تا گفت همو چهار تا را به وقت بخور اینا را گنگس میکنه شما. گیچشان میکنه همین کرویات اینا را آستایستا بالا میکشه پس دمی سر میده میاره وقتی سر میده آورد یک عدسه دیگه میزنی اینا را پس بیرون میکشی حالا چانس که دم رود کس باشه نباشه. یا اینکه هوا بره <تصفح> سلامت باشین تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردین قربان حضورتان حضورتان مبارک باشه تشکر در نخست میخوایم در پایان البته میخوایم که پیام شما را داشته باشیم جناب استاد پیام من بسیار خطرناک پیام است خدا بگو چطور به خاطری که پیامی که من میدم میگه من بی که دور ز آغوش مادرم بنشسته ام در آتش و در خون شناورم خاکی که پرورید مرا دوستان کجاست من خاک دیگران چه کنم خاک بر سرم از تمام کسانی که از افغانستان حرکت می کنند به کشورهای بیگانه می روند این سخت اشتباه است تو از اینجا متخصص هستی میری اونجا ظرفشویی می کنی تو اینجا پروفسور هستی میری اونجا خدمت میگه یک شاعر گفته که حالا اول شیرش یادم نمیاد فقط چرا ما امو قدرت و عظمت وطن وطن خود ما را بدیم به کشورهای بیگانه ما بریم اونجا آواره و سرگردان شویم ظرف مردم رو بشوریم چرا این کار بکنیم او کسانی که از کشور رفتین بیرون به تمام کشورهای دنیا 149 کشور است تو رو خدا به کشور برگردید امنیت هست امان هست همه چیز هست ما از این باید استفاده کنیم ما به شخص مربوط نمی شود به دولت مربوط نمی شود که دولت کیست ما امنیت می خواهیم. که داریم ما عزت می خواهیم در وطن خود ما که داریم چرا ما خود ما را آواره کنیم چرا به کشورهای همسایه برویم چرا اونجا سیلی بخوریم من سی سال در کشور جمهوری اسلامی ایران بودم پدرسگ افغانی بودم متاسفم پدرسگ افغانی بودم <تصف> چرا که وطن خودم نبود اگر کسی جرأت داره که من می الان برم بیرون مرا بگه که او پدرنالت نمیتونه بگه من وطنم از این وطن استفاده کنین ای بیننده هایی که در سراسر دنیا دنیا مرا میبینید من شاید دو روز دیگه زنده باشم مگر منصیت من برای شما همین است که اگر خار میخوریم همینجا بخوریم اگر نان و گوشت و برنج میخوریم همینجا بخوریم قربانشم. اگر گرسنگی میکشیم باید همینجا گرسنگی بکشیم قربانشم. تشکر میکنم سامن. از شما و اون چیزایی که بابت صحت گفتم من سبک قدیمیشه گفتم بیننده ها نگوین که چقدر سرباز در است اینه باید تحقیق کنن پیدا میکنن سلامت باشین بخیر باش. باشین دوستان عزیز خیلی پیام مفید و خیلی پیام پرباری بود که از جناب دکتر سب شیرزاد شنیدیم امیدوار هستیم که شما مد نظر بگیریم دوستان عزیز وقفه خیلی کوتاه داریم دوباره برمیگردیم